نزدیک به چهار سال از نابودی سنی های تون روی داعش در عراق می گذرت. اما همچنان اعضای تروریستی این گروهک در گوشه و کنار جهان با پیروی از اندیشه های بزرگان فرقه زاله و حابیت به جنایت علیه بشریت ادامه می دهند. در جدیدترین اطلاعات به دست آمده مشخص شد که سنی های تونروی داعش در زندان های عراق علیه پیروان اهل بیت اسمت و تعالیت علیه مسلم مرتکب جنایت جنگی شدند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. سازمان ملل می گوید سنی های تندرو داعش در ماه جوان سال 2014 در زندان شهر موسل مرتکب جنایات جنگی و همچنین جنایت علیه بشریت شدند جایی که دست کم هزار زندانی مسلمان به طور سیستماتیک به قتل رسیدند کریستیان ریچل رئیس تیم تحقیقاتی سازمان ملل در تازه ترین گزارش خود به اعضای شورای امنیت این سازمان ضمن اعلام این مطلب تاکید کرد که شواهد جمع شده از بقایای قبرهای دست جمعی نشان می دهد. این قبور شامل افرادی هستند که در زندان مرکزی بادوش به سر می بردن. بر اساس این گزارش و همچنین جمع آوری اظهارات کسانی که از آن زندان جان سالم به در بردند صبح روز ده جوان سال 2014 اعضای داعش به این زندان حمله کرده و این جنایت سیستماتیک را انجام دادند. طبق این گزارش زندانیان دستگیر شده بر اساس مذهب خود مورد تحقیق قرار گرفته و دست کم هزار زندانی که عمدتا شیعه بودند به صورت جمعی به قتل رسیدند رئیس این تیم تحقیقاتی در توضیح به اعضای شورای امنیت همچنین تاکید کرد که نتایج این گزارش بر پایه گفتگو با بازماندگان این جنایت شواهد قانونی از جمله اسناد بجامانده از داعش اظهارات برخی از اعضای این گروه افراطی پژوهش‌های مستقل و همچنین اعترافات اعضای داعش که در این جنایت نقش داشتند حاصل شده است در نتیجه گیری این تحقیقات آمده که سنی های تندرو داعش مرتکب جنایت علیه بشریت قتل شکنجه ناپدید کردن افراد، آزار و اذیت و دیگر اقدامات غیر انسانی در زندان بادوش در موصل شدن که تمامی این موارد مستاقی از جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت به شمار میروند.